سلام بچه، امیدوارم حالتون خوب باشه. بردی ال پی هستم، خوش اومدید به پورت ششم بازی استریمر لایف سیمولیتور. بچه ها لطفا اگه جدیدن وارد کانال من شدید و ویدیو رو دارید تماشا میکنید، حتما حتما کانال منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارش رو بزنید که محض اینکه من ویدیو جدید منتشر میکنم شما اولین نفری باشید که ازش مطلع میشه. اگه هم از ویدیو و گیم پلی ها و ریاکت ها و کل کارهایی که تو این کانال دارم انجام میدم خوشتون اومد، حتما حتما ویدیو رو لایک بکنید و نظراتتون رو راجبشون توی کامنت ها برام بنویسید. لینک پیج اینستاگرام و کانال تلگرام هم توی دیسکریپشن براتون نوشتم. یه سری از ویدیوها رو نمیتونم توی یوتیوب آپلود کنم که اونجا منتشر میکنم، میتونید اونا رو دنبال کنید و از اونجا تماشا کنید. بریم ببینیم پارت ششم چه اتفاقایی میفته. خب قامزو که تو پارت قبلی خریدیمش، ولی هنوز به این بنده خدا من غذا ندادم. یه ذره غذا بهت بدم بخوری نمیری از گرسنگی. غذا واسش خریده بودم، نمیدونم چی شد. غذا تو یخچال یه نگاه بندازم ببینم چیزی داریم واسش یا نه. هیچی نداریم خدا رو شکر، عجیبه. اشکال نداره، حالا دوباره میرم واسش میخرم، اصلا مهم نیست. الان دیگه سی رو که بزنیم سوتم میزنه و قامز گله میاد سمتمون. چطوری عصبی؟ خیلی حال میکنم با فیس عصبیش، قشنگ پاچه میگیره، قشنگ همون کاریو میکنه که دلم میخواد. یعنی فقط به جا اشاره کنم بره جر بده یارو رو. خب اول یه ذره واسه خودمون و قامز غذا مزه بگیریم، یه سری چیز میز داشته باشیم که از گرسنگی نمیریم. 1400 تا هم پول دارم، پولم هم یه مقدار کم شده، نمیدونم چرا. شیرینی و اینا هم که زیاد واسهت نمیخرم، اصلا واسه سلامتیت خوب نیست. بیشتر میخوام میوه پیوه بهت بدم که خرج بیمارستان و اینا زیاد نذاری رو دستمون. خب چند تا؟ 10 تا غذا واسه خودم، 5 تا غذا هم واسه قامز، ولی یخچالم جان نداره فکر کنم، انقدر یه یخچال دیگه هم باید بخرم. اونم میرم الان میگیرم. 1 2 3 4 5 فکر کنم یه بارم بخوابم و بیدار شم. یه وسیله جدید تو پورت قبلی که گذاشتم خریدم ولی توی گیم پلی نبود، فکر کنم اونم بیاد، نمیدونم ولی اصلا چیه. خب اینا رو حساب بکنیم که برامون بفرستن. اون یکی یخچال رو بخرم یا فعلا فکر کنم لازم نباشه. غذامون اول باید برسه من بتونم کارمو شروع کنم. قامز بیا اینور، میخوام راحت شم. بابا بیا اینور دیگه، وایسادی دم در نمیذاری کارمون رو بکنیم. بیا تو، تو کی کار داری؟ چی درگیری تو الان؟ برو کنار، میخوام برم بیرون. دستشویی دارم، اینم وایساده دم در نمیذاره تکون بخورم. غذا هم رسید، الان بهت غذا میدم حال کنی همون جون. نگران نباش هستم، من حواسم دیگه به تو هست. یه سگو همینجوری به کشتن دادم، بس دیگه از تو میخوام خوب مراقبت کنم. اینا رو از دم در بردارم و بنده خدا گشنش همینجوری داره دنبالم میاد. حالا خود این کم بود، رفتم سگم گرفتم، هی شکم اینم باید سیر کنم دیگه. از این به بعد داستان داریم، حالا از این به بعد با قامز حوصله کار خود کاراکترمو نداشتم، سگم اضافه شد بهش دیگه. بذار ببینیم چیا برداشتیم، همش غذای سگ بوده تا الان. بیا اینو بهت بدم زودتر تو بخوری تا دوباره نمردی. بیا اینو بخور. خورد. 40%، 75%، 100%. اوکی، ردیف ردیف. فقط هلتش پایینه، نمیدونم چرا هلتش پایینه. آمپولی چیزی نمیشه بهش زد؟ یه کاری بکن دیگه، برقص. استیلو نگاه کن، وای چقدر خوب میرقصه. بیا یه ذره ببرمت بیرون، باید برقصی بقیه هم ببینم. این غذا هم فکر کنم خیلی مهم نباشه، اینا رو میذارم این رو. خیلی مهم نیست اینا، یکم خراب بشه اشکالی نداره، غذای خودم سالم بمونه. غذای سگ دیگه، بالاخره اسید معده سگ جوریه که سنگم مندازی توش آب میکنه. زیاد حالا غذاش خراب بشه مهم نیست. به به، شیرینی ها رو ببین، چه چیزای خوشمزه ای خریدم این دفعه. ببین من چه آدم فداکاری ام، خودم هنوز هیچی نخوردم ولی شکم سگمو سیر کردم. واقعا به این میگن انسانیت، به این میگن حمایت از حیوانات، نه این کارهایی که یه سری ها تو اینستا میکنن. این از اینو یه میوه دیگه هم بزنیم ردیف بشه. میوه میخوره هلتش هم میره بالا ذره، نمیدونستم اینو، الان فهمیدم. خب دیگه دست و بالمون پر شده و بریم بقیهشون هم بزن. بابا تو هی سر راه من وای نستا دیگه، بیا برو بگی بخواب اصلا ببینم. هی وایستادی اینجا نمیذاری ما راه بریم، برو بخواب، برو بگی بخواب. کار دارم اینجا، وایستاده جلو در و تو راه و این بر اون بر نمیذاره کارمونو بکنیم. بابا نخور نخور، هر چیو ما میایم بذاریم تو یخچال این لاشخور میخوره. خیلی گشنه‌ست این، همه من به این قضا دادم، بهش رسیدم، باز هرچی میبینه میخوره. من نمیفهمم چرا شعورش نمیرسه. من اینا رو برای بعدن میخوام، برای بعدن نگردشتم. گشنه نمونی بیناموز، نخور هی همه رو. چرا نمیفهمی تو؟ این چیه؟ کدوم احمق این قضا رو برای من اینجوری آورده انداخته رو زمین؟ الان زنگ میزنم شکایت میکنم از دلیوریش. خب این از اینا، نیدز و انرژیمونم که اوکیه. یکی دوتا استریم بذاریم، یه ذره پول در بیاریم، بعد بریم اون ماینره رو میخوام برم بخرم تو این پورت.
اگه پولم برسه. OBS رو باز کن ببینم چه خبر اینجا. بیتریت 2200 فوق‌العاده بود. عالیه واقعا این بیتریت. این جای وبکم کم کم داره میره تو مخم، بعد عوضش کنم دیگه. خوشم نمیاد اصلا از اینجا. فهمیدم چرا پولم کم شد. یه ذره بت کردم توش باختم یه چیزایی متاسفانه. بریم بلندرم باز کنیم، ادورتایزم بذاریم روی استریممون. تو استریما اصلا بازیام نکنی همینجوری دونیتت میکنن. حتما لازم نیست گیم پلی کنی انگار. مطمئن نیستم البته 100%، ولی اینجوری بوده. فکر کنم کمتر یه ذره دونیت میشی اگه گیم نذاری. خب اینم از اینجا یه دونه ادورتایزم بذاریم فعلا روی استریممون که پول مول گیرمون بیاد و برم یه ذره تو اینجا بچرخم ببینم چه خبر بود. اینجا هم یه دونه دیپ وب هست که فکر کنم مرتبطه با اون هکره. یه ربطای این داره به اون هکره. یه چیزایی میفروخت. نمیدونم دقیقاً چی کار میکرد. وی پی ام میخواد باز کردنش. وی پی ام رو بذار آن بکنم. آره دونیت کنید من کارامو انجام بدم. شما همینجوری دونیت کنید منو. مثلا این چیه؟ چیکار باید بکنی؟ این فکر کنم میگه که این میگه آنلاین نمیتونم این دستگاه رو بفروشم به خاطر امنیت و اینا. میگه باید بری از آدممون تو شهر بخری ماینر رو. میگه اگه افسر پلیس هم هستی ما از آدمای بی خانمان داریم استفاده میکنیم. اینو که اینجا نمیفروشه. بک دور هک چیه؟ این چی میگه بابا؟ ولم کن نیا هی رو صفحه دیگه تو هم. این داره هی ارزشش میره بالا یا این مال منه؟ این فکر کنم ارزشش هی داره زیاد میشه. برو کنار ببینم چی میگه این. میگه که اگه اینو بخری میتونی اون آدمی که هکت میکنه رو هک کنی تو هم. هر کی هکت کنه رو میتونی هک بک بدی بهش. وال هک چیه اون وقت؟ اینجا هم میتونی بفروشی چیزایی که ماین کردی از اون ور. خب این کارا رو که فعلا نمیتونیم بکنیم. یه ذره باید گیم بذاریم فکر کنم. یه دونه کانتر میزنم استریمش واسه بچه‌ها میذارم که حوصله‌شون سر نره خیلی. فقط قبلش دو تا ویدیو تو یوتیوبم آپلود بکنم که یه درآمدی هم از این ور داشته باشیم. بالاخره چه اشکالی داره دیگه؟ از هر طریقی که ما بتونیم تو این بازی پول به دست میاریم. بعد گیمش خیلی باحالم هست واقعا. واسه کسایی که یوتیوبرن یا کار استریم میکنن و اینا خیلی چیزا میتونن یاد بگیرن از این بازی‌ها، چون تقریبا همه چیش واقعیه. تمام کارهایی که تو واقعیت باید بکنی اینجا هم انجام میدی. خب اینجا دیگه نمیتونم ویدیو آپلود کنم، 5 تا پر شد. بذار پولشونو بگیرم. 79 دلار مفت نمیارزه، ولی حالا از هیچی هم بهتره دیگه. ویدیو آپلود میکنی پول میگیری. بده؟ اصلا بد نیست به نظر من. فیدبک هم کاری نداریم، خونمونه هم که نمیخوایم عوض کنیم. این تورنمنت چیه؟ اینو فکر کنم توش حالا نرفتم. بندازیم ببینیم چه جوریه داستانش. این ورودیش 215 دلار، جایزه 670 دلار. این ورودیش 152 دلار، جایزه 1574. تا چه جوری ممکنه به این رنک رپ داره؟ این رنکش 8 مثلا. یه جوین بشیم تو این تورنمنت ببینیم چیه. رنکم پایینه توش، نمیذاره جوین بشم. الان تورنمنت رو اکتیو کردم، نمیدونم تورنمنت رو اکتیو کردم، حالا دوباره همه چیم به فاک رفت، نمیتونم بذارم. تا میایم کارمون رو انجام بدیم و این خوابش میگیره، نمیدونم چه داستانیه. به خواب پدر ما رو تو در وردی. باشو کار داریم، باشو لنده هور هزار تا کار دارم. ببینم قضا مزه تو جیب میبت که نداری فعلا هیچی. برو یه چیزی کوفت کن که باید به ادامه کارمون برسیم. خیلی کار داریم تو این پارتم. هدفهای بزرگی دارم که میخوام بهشون برسم. اگه این لش بازی هی در نیاره بذاره من کارمو بکنم، حرکتهای خفنی میزنم تو این بازی. یه جوری از این بازی من گیم پلی میذارم که بشه رنک یک سرچ یوتیوب. حالا ببینید کی بهتون گفتم. چون هم شما از این بازی خیلی خوشتون میاد، هم خودم خیلی حال میکنم باش. اینم باید برش داشتم، چرا کندم از رو دیوار. اینم باید روشن کنم مثل اینکه داره سردش میشه. هیچی اندازه پول این بیمارستانه فشار نمیاره به آدم. این حالش بد میشه، 1000 دلار بر میداره، بعد میره 50% هم میاد، نمیره حداقل 100% بشه و بیاد. خب همه چی اوکیه؟ نه، مثل اینکه دوباره شاشم داره دیگه. دستشویی هم برم، یه دوشم بگیرم و برم استریمو بذارم. خدا کنه از تورنمنت نیومده باشه بیرون، باز مونده باشه اونجا. تورنمنت تو حالا توش نرفتم، اصلا نمیدونم داستانش چیه، ولی الان میخوام امتحانش کنم حتما. خب قضا مزه که اوکی، قامزم که گشنش هست، ولی حالا میرم بهش قضا میدم. اول اینجا کارهای خودم رو انجام بدم. این بیچاره رو نمیدونم چرا من رفتم خریدمش، اصلا نمیرسم کاراشو انجام بدم. استریممون رو آغاز میکنیم، بعد دوباره برم توی اون تورنمنت ببینم هنوز اکتیو هست. نه دیگه نیست. کلی پول دادیم. چقدر پول دادم؟ 400 دلار پول دادم، بهش دردی نخورد. اینو اکتیوش میکنم این دفعه، ببینیم میشه کاری کرد یا نه. استریم که بازه. بابا برو کنار، من کار دارم. نه یا تو رو خدا هی رو صفحه، چرا اینقدر منو هرس میدی تو؟ خب بدو
بدو کار داریم، برو تو کانتر سری که تو تورنمنتی الان فکر کنم اینجوری باید بری تو تورنمنتش دیگه، بعید میدونم کار دیگه ای بشه کرد. حالا باز شما اگه اطلاعات بیشتری دارین راجع به تورنمنتاش حتما تو کامنت ها برام بنویسی. یه سوالم پرسیده بودم ازتون تو پارت قبلی که به نظرتون استریم بذارم یا نه، دوست دارید این کارو انجام بدم؟ همتون تقریبا گفته بودی داره. من فعلا دنبال اینم یه مقدار که سیستممو عوض کنم و یه سیستم درست حسابی بگیرم، اون که اوکی بشه حتما استریمم شروع میکنم و امیدوارم که از اونم استقبال کنید مثل گیم پلی ها. دم همتون گرم، کامنتاتون خیلی بهم انرژی میده، مرسی واقعا. از گیم پلی هایی که جدیدن دارم میذارم خیلی خوب دارید استقبال میکنید. اگه همینجوری ادامه دار باشه من گیم پلی ها رو دوباره مثل قبلا به روزی یه دونه یا اول فاز اینجا رو ببین، بزن یه دونه شون بزنید. من خودم ترور نبودم مگه؟ من فکرم خودم ترور بودم، اونو چجوری کشتمش؟ شاید اصلا من نکشتمش، یکی دیگه زد. من خودم ترور بودم، اونو یکی دیگه زد، منم داشتم کمکش میکردم. من هی تیر میزدم جلوش، حواسش پرت میشه، یکی دیگه پشت زده. خب داشتم میگفتم که اگه همین جوری که الان داره اتفاق میفته ادامه دار باشه استقبالی که دارید از ویدیو میکنید، همون جوری برمیگردم دوباره به روزی یه دونه ویدیو گذاشتن و یوتیوب رو میتره کنیم. خلاصه بهتون قول میدم. خب دیگه ذره تمرکز رو بذاریم رو بازی که تو تورنمنتیم شوخی نداره. بزن اینو. ای 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 برو کنار، برو کنار، برو کنار بابا، چه بد موقع میای. اسکلو نگاه رفت اصلا، بی خیال شو. وای نزن نزن، اونم نتونست بزنه، اونم اسکل تر از من. اه سکته کرد یارو اصلا، قش کرد مرد بابا. باری کلا همشونو مثل سگ کشتن. اینو نگاه چجوری مرده، استیل یارو رو ببین. این جنازه‌ش هم هنوز داره تیراندازی میکنه، چیکار داره میکنه این؟ خب این که تو بیه دیگه، معلومه. بیاد بریم بی. کاش فالو و اینا هم داشت، میتونستی چیزی رو بزنی فالوت کنه. خب استریممو دوباره بس کنم. ای بابا دوباره من کیو رو زدم پا شدم. الان تو تورنمنتیم استریم خیلی مهم. ا هک شدم، دوباره هکم کردین آشغال بیناموس. اشکال نداره، ولی از اون موقعی که من فهمیدم چجوری باید هک اینو بلاک. ام دی ای ال M D A L. هیچی نیستی بابا، هیچی نیستی، تو هیچ کاری دیگه نمیتونی بکنی. تازه اون چیز میذارم بخرم. وای من برم اونا رو بخرمشون، یک دهنی از این هکره سرویس بکنم، یک پدری ازش در بیارم، یعنی جد و آبادشو میکشم وسط. یه کاری میکنم صبح تا شب یارو پشت کامپیوتر گریه کنه، فقط هک کردن یادش بره اصلا دیگه نتونه. اوه اوه اینجا رو ببین، اینجا رو ببین، اینجا رو نگاه، اینجا رو نگاه. ای بابا خیلی آشغالید بابا شما، عجب آدمای بیناموسی هستید. این همه من به تو تیر زدم، نباید میمردی آشغال، باید میمردی دیگه انصافا. شما دیگه شاهدید دیگه، قضاوت با خودتون. دیفیت شدیم الکی الکی. بچه ها یه دونه ویکتوری دیگه بگیریم تمام، یه ویکتوری دیگه تمام. تو تورنمنت هم هستیم فکر کنم، من اونجا اکتیف کردم، نمیدونم حالا چه اتفاقی افتاد دیگه. اینو نگاه همش، اینو نگاه، اینو نگاه، اینو نگاه، اینو نگاه، اینو نگاه، اینو نگاه، مثل سگ کشتمش. کریمز بذار چون یه ذره حساس شد الان، من برم اینجا یه گان و شیلد بخرم، بعد برم تو بی بالا سرشون. فکر کنم الانم میشه خرید کرد، یعنی تو خود کانتر که میشد وسط بازی هم خرید کنی. نمیدونم، آره اینجا هم میشه. یه دونه اس ام جی میگیریم و یه دونه شیلد رو میریم بالا سرشون. فالو می، فالو می، فالو می بچه ها، دنبالم بیاد که باید بتره کنیم این دستو. یه دونه وینه دیگه بگیریم تمومه. اوه 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 اوه. بابا باری کلا، باری کلا، با 34 تا هلس چجوری زدمه. اینم بزن، اینم بزن، بزن بزن. وای 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 وای، نزنی ها، نزنی ها پشت دیوار بی ناموسه. این دفعه دیگه شوخی ندارم، الکی الکی منو بزنی فوشو میکشم. بابا باری کلا، چند تا کیل من بگیرم دیگه؟ مثبت 15 شد. الان تورنمنت داستانش چیه؟ این چقدر طول میکشه تو پر بشه؟ من این همه کانتر بازی کردم هیچ اتفاقی نیفتاده هنوز اینجا. یه سر بریم پیش اون هکره ببینیم داستان ماینرها چجوریه، چند هستن. آها قبلش باید یه چرت بزنم بعد برم. نایتمرز آر سی. کابوس داره میبینه دوباره. کشتمه، کشتمه. غذا هم دم دستمونه. اوه اوه قامز کجاست راستی؟ قامز رو باید بهش غذا بدم، میمیره این بنده خدا. یه بارم میخوام بیرون برقصونمش حال کنه سر. بخور اینو، بخورش دیگه. کو غذا، کوفت کن اینو. این یکی هم میخوای بزن دیگه ها، نمیزنی؟ شیرینی هم بخور ببینم، شیرینی بخوری هلتت میاد پایین.
یا نه ربطی نداره، یه دستشویی برم یه دوش سریع هم بگیرم و قامزو بردارم با قامز بریم پیش هکره که اگه خواست گرون مرون بگه قامزو بندازم به جونش جرش بده همونجا. از غذاهای این بنده خدا رو هم وردارم، گناه داره خیلی گشنشه فکر کنم الان. اه غذای قامز کو؟ غذای قامزو کجا گذاشتم؟ دو تا این رو بود انگار فقط، یه دونه این روه، من چهار تا غذا گرفتم همشو خورد. عجب بابا عجب، قامزم گشنه تر از اینه تو این بازی. اوه نمرده باشی، نمرده باشی، پاشو. ای بابا این حال مالش بد شد که دوباره اینه. بچه ها اگه کسی میدونه سیرم چجوری باید نجاتش بدی وقتی تو این حالت میفته به من حتما توی کامنت ها بگه. این دومین سگه که من دارم به کشتن میدم تو این بازی، نمیدونم باید چی کارش کنی. استریف تو دست یعنی چی؟ خب من چیکار کنم؟ میتونم الان نجاتش بدم؟ نمرده که هنوز. خب بلش کن دیگه، حالا مردم مرد. هی ما میریم کلی پول میدیم سگ میخریم تو این بازی، زرد زرد میافتن میمیرن. ببینم هکره کجاست، هکره کجاست؟ آها اینه، اینجا اینو بریم سمتش. یه سرم برم سمت پتشاپه بعدش ببینم اون آمپولایی که رو اون میزش بود میتونه کمک کنه نجات بدیم اینو یا دیگه محکوم به مرگ شد سگه. خب اول میرم سمت هکره سر ببینم چه خبره اونجا، بریم یه نگاه بندازیم ببینیم قیمتاش چی جوریه، چیز ارزون خوب میتونیم پیدا کنیم. چقدر من به همه اوه 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 اینا چیه بابا؟ این جاده ماده رو درست کنید دیگه، دهن ما رو سرویس کرده این خیابونه اینجا. الان خسارت ماشین منو شهرداری میده، کی پاسخگوه من ماشینم در و داغون شاخه؟ توف تو این محل زندگی واقعا. بنزین ماشینم هم وسط اینجا تموم شد و موند، ولی خب تقریبا میدونم کجای دیگه ماشین دم این تاکسی است، میام حالا درستش میکنم. خدا رو شکر نزدیکم به همه اونجایی که کار داشتم و بنزینش تموم شد. خیلی داستان داره بازی، همه کار باید بکنی توش بابا، یه ذره ایزی تر بگیر دیگه. آها اوه اوه اینجا رو نگاه، اینجا رو نگاه چی داره واسمو. داداش چیا داری رفیق؟ چی میفروشی تو؟ BTC ماینر 750 تا قیمتش هم مناسبه. اینا چی؟ آقا یه دونه از اینا به من بده ببینم. باید پول نقد بیاریم بهش بدیم، اینجوری قبول نمیکنه مثل اینکه. یه ATM هم بریم برگردیم دیگه، چه هکر خفنی این حال کردم باش. بابا مشتی هستی، با تو رفیق میشم حتما، به کارم میای خیلی تو این بازی. اوه اوه اینجا آدمای گنگم رفت و اومد میکنن و هیچکی با هیچکی شوخی نداره مثل اینکه، همه چی جدیه جدیه. خدا کنه حالا 700 تای مونده باشه تو جیبم الان داستان نشه دوباره. اوه اوه پولو نگاه، دقیقاً 833 تا دارم. آقا یه دونه این ماینه رو بده من برم حال کنم باش. به به آقا دم شما گرم. الان فهمیدم اینا رو که میخری باید بعدم ورشون داری از اونجا، من یادم میرفت وردارم. حالا یه بدبختی دیگه ای که داریم اینه که ماشینه بنزین نداره، چجوری برگردم خونه من؟ اینجا اون تاکسیه رو اگه مارکش بکنم فکر کنم ماشین رو میتونم پیدا کنم و یه جوری بنزینی میزنیم دیگه. با بدبختی حالا چیکار کنی؟ ماشینم هم دقیقاً روبروی تاکسیه بود، سه سوت پیداش میکنم. حالا کلا شهرش خیلی بزرگ نیست، فقط خونه ما مثل اینکه خیلی دور از همه جا. اینو بزن اینجا، اینم بذار تو صندوق که ببریمش دیگه با خودمون. 36 دلار برامون پول موند که پسر جون چیکار کنی؟ آها 36 دلار تو جیبمه، بذار ببینم یه ذره بنزینم میتونیم بخریم واسه ماشین ببردمون تا خونه. چند؟ 89 دلار میگیره بنزین میزنه. هیچی دیگه فعلا مجبوریم پیاده بریم تا خونه، بعد زنگ بزنیم ماشین واسمون بیارن دیگه. بدبخت شدیم، یه اتفاق خوبم افتاد، این ماینر رو تونستم بخرم، حالا ماشین داستان شده. کلا این گیم سر لج داره ذره با من. بچه‌ها مرسی که این ویدیو رو هم تماشا کردید، امیدوارم که پارت ششم هم خوشتون اومده باشه. اگه خوشتون اومده بود حتما حتما ویدیو رو لایک بکنید و نظرتون رو راجبش توی کامنت‌ها برام بنویسید. و بازم تاکید می‌کنم که اگه جدیداً وارد کانال من شدید و از این سبک ویدیو خوشتون میاد حتما کانال منو سابسکرایب کنید و اون زنگوله کنارشو بزنید. بریم چند تا کامنت های خفنتون رو با هم دیگه تماشا کنیم. خیلی مراقب خودتون باشید، خدا حافظ.